در حال نوشتن این گذر در بالا آن را مطابق آنچه دانستم در مورد اثر و دلیل وقوع تجربه نفسانیم در نوامبر 2018 در سفیر نوشتم و دیشب باز هم آن گذر را چندین بار خواندم. تفسیر بالا می گوید در مورد ذوق دو نقطه، اما ذوق در اصطلاح اهل معرفت نوری عرفانی است که خداوند آن را با تجلی خود بر دل دوستداران خود بتاباند و آنان به کمک نور حق و باطل را از هم تمیز دهند بیان که آن را در کتابی اخذ کرده باشند. و من در سفیر نوشتم دو نقطه، پروردگار در 17 سالگی مرا از خاک ایران کند، نه مادر داشتم و نه وطن، و بار دوم مرا از ایران کند، وقوع تجربه نفسانی من در 13 نوامبر 2018. در 56 سالگیم پروردگار با آگاهی از نفس من خیر و شر را قابل تشخیص کرد برای من تا از شری که آن بخش از مردم ایران پرورانده آن هستند در رفتار روزمره در تماس با من جدا شدم. در دام ظاهر نیفتم، پایدار شدم به گونه غیر از پایداری که حاصل اراده شخص خودم است، اراده یک انسان، و تحت اراده خودش قرار داد زندگی مرا با عطا نمودن شناختش با ظهورش این چنین در زندگی خاکی من، همزمان که دست اهریمن‌هایی که حوزه تحقیق علمی دولت فرانسه را رو می کرد با این واقعه صحنه 13 نوامبر 2018 که با پیشانی آن را دیدم بر روی آن بر روی پیشانی نوشتم همزمان چند نقطه. ختم گذر از سفیر. شاید این کتاب را بایستی اینجا خاتمه دهم. کمی صبر می کنم. ساعت 19:50 دقیقه همین روز 5 آذر 99، پنجشنبه 5 یا 6 آذر 99، از خرید از مرکز شهر پیاده رفت و برگشت و داده ها می رسند و همین دقایقی پیش همچنین برای گم نشدنشان بایستی بنویسم. از آخر شروع می کنم. دو نقطه، نمی خواهند و نمی گذارند فرد دارای درون شود. درون در گیومه چطور؟ فرد را به دارا بودن درون آگاه نمی کنند. نقطه بعدی، نمی خواهند فرد تفرد بیاورد با دسترسی به نفسش که همان فهمش است. نکته بعدی، نمی خواهند فرد از دنیا خارج شود. او را حبس می کنند در دنیا. در اینجا اضافه پدید می آورم. دو نقطه، فرد را در آنچه زندگی او می نامد حبس می کنند نکته بعدی، تکرار در گیومه. تکرار باز هم یکی از مفهوم‌های کلیدی مکتب فروید، نه تنها بلکه در علوم انسانی و از جمله نزد لکان و فردی که دکترای ما را ساخت با برچسب زدن علوم انسانی به آنچه قوه مخیله انسان است و آن را در آن علوم در فرانسه ایماجینر می‌نامند. دو نوع آن، یکی ایماجینر تکراری سرگردان و یکی ایماجینر آفریننده. تکرار ماندن در سکون است و خارج نشدن از آن، حالان که فرد به انواع و اقسام از سکون خارج می شود و به قصد او را حبس می کنند و روزنه هایی که در فرد و در فرد مشخص وجود دارد را به او نشان نمی دهند. نکته بعدی، چطور به تکرار در گیومه که غارت است بار دیگر از دانش دینی و قدسی رسیدم امروز؟ سوال من است. در مگدالنا حکایت من است با عنوان کردن این که حضرت مسیح می تواند واسطه شده باشد برای پدید آمدن واقعی نفسانیم در نوامبر 2018 و خطوطی از متن فرانسه زبان در مورد زندگی مری مگدالنا آوردم، مبنی بر این که در دادگاه مردهایی که شهادت یک زن ارزشی در آن نداشت بر این زن مسیح خودش را نشان داد پس از مرگش. چند نقطه، مختصر کردن آن جملات را. حال امروز با خودم گفتم مگر چیزی جز تکرار است؟
پس فروید و الباقی مفهوم تکرار را از آنجا آوردند، از حوادثی که نه تنها قدسی باشند بلکه رد زندگی خاکی اولیا و انبیا به وقوع پیوسته است. حال اضافه می کنم دو نقطه و راه خروج از تکرار را مسدود کردند از طرق حذف راه حل‌هایی که تاریخ قدسی در متون قدسی و در متون حوادث زندگی اولیا و انبیا رخ داده است. عالم نفس را حذف کردند. البته برای انسان‌های معمولی که شامل دانشجوها هم می شود تا آن دیگران خودشان را مغز بزرگ نامیده و نامیده شوند. سفیر را گوش کنید و باقی کتاب‌هایم را. نکته بعدی. سپس همین روز به یاد گذری افتادم به نوشته هانری کوربن که می گوید و اینطور نفس از آن رها می شود، خارج می شود. در سفیر آورده شده است و سخت نیست یافتن آن گذر و نوشتنش در زیر که از کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی است. فراموش کردم و همین جا می نویسمش و در اولین داده الان در بالا در ابتدای این لیست داده ها اضافهش می کنم و در همین لحظات دو مفهوم اساسی در علوم انسانی و در رشته ما به خاطرم آمد که تا آن را به بیان آورم برژه فاسد مرا مسخره کرد، چون به آن طرق هر بار می فهمید به نفسم به چه آسانی دسترسی دارم، همان سرچشمهی که خودش به عنوان فراماسون از آن آگاهی داشت و مرا تحت آزارهای شهوتی خود قرار داد، چون او فرزند ابلیس و از بزرگترین آنهاست و من فرزند نور هستم و نور بر فسادی که وجود آن ابلیس و ابلیسان است چیره شد و پروردگان آن را به عمل رساند. فاتح خداوند است و فتح را که او فاعل است به انجام رسانیده است. آن نکته اساسی که در اول لیست اضافه می کنم این است. دو نقطه. از دارا شدن درون نزد فرد جلوگیری می کنند. صد می کنند پدیدار شدنش را که تمام داستان زندگی تحصیلی من در فرانسه است از سال 4. سپس در همین هنگام که می خواستم آن نکته که آخرین داده امروز بود قبل از به نوشته در آمدن داده ها را بنویسم، با یادآوردن ابتدای آن گذر که از ابن سینا و تمثیل عرفانی در زیر خواهم آورد افتادم که درونی سازی است و دو مفهوم کلیدی در رشته و در زبان رشته ما پایه های علوم تربیتی درونی سازی و برونی سازی است. همان دو مفهوم که خود به خود تلفظ کردم و به ری فاسد به من خندید. نکته بعدی. مگر خدا نمی گوید نه در درون تو هستم و نه در بیرون تو، مرا جستجو کن. از کتابی از کتابهای کربن. و نزدیک میدانی که میدان معلم است رسیده بودم امروز که در 10 دقیقه ابتدای شهرک ما قرار دارد که به دلیل ریشه زمینه مفهوم از آن خود کردن غیب خوبخیاسیون از بنیادی ترین در رشته خودمان رسیدم در بازگشت و در ادامه رشته‌ای که از داده‌های بالا لیست شده هستم. چطور می‌توانی از آن خودت کنی خودت را با خروج از واقعه، با خروج از داستان زندگیت؟ ابزار آن چیست؟ فهم تو، حتی همان کوری که تو را در آن نگاه می‌دارند و آن را آنالوژی می‌نامند، همانطور که تنها زن جوری دکترای من فهم مرا این نوع نامیده و حتی خصوصیت مهمی که درون گراییست را در موردم نوشته است. و آیا همین امروز و در همون دقایق که این مرور درونی در من پدید می آمد یاد جمله‌ای که در صورت جلسه دکترای من آورده نیفتادم؟ دارای قدرت شدن با از آن خود کردن داستان زندگی خود. جمله ای را می گوید و قسمت اولش همان است، قدرت یافتن که خروج است از داستان زندگی خود، و باقی جمله طولانی تر است. در دکترایم حس کردن را کلید این خروج نامیدم و دو نفر از اعضای جوری و از جمله این خانم در روی آن انگشت گذارده و این خانم تمام نکات کلیدی که من امروز می نویسم را در صورت جلسه در مورد من نوشته است.
و در همان دقایق امروز با خودم گفتم من خارج شدم از داستان زندگیم، یعنی وارد کل شده بودم، کل در گیومه، و آنها استادان و همه جوری دکترا باز هم مرا در دنیا حبس کردند با بیان مغز روشن فکر داشتن، که من مغز روشن فکر دارم، که نور علی نور است داشتن آن مغز، و آن خانم داشتن این مغز توسط من را به بیان آورد. منتها من وصل شده بودم از همان زمان به عقل فعال، چون خارج شده بودم از دنیا و در عالم بودم. دنیا و عالم را به هم لولا کرده بودم و به حد در پایان نامه سال چهارمم و در پایان نامه سال پنجمم دنیا و عالم را هر بار لولا کرده بودم، یعنی به عقل فعال متصل بودم. منتها نام خدا و عالم نفس را آفرینندگان علوم انسانی یعنی غرب از این علوم حذف کردند تا به بازی شفت خود در مراکزی که دانشگاه نام دارد ادامه دهند. به این دلیل پس خداوند واقعی نفسانی مرا پدید آورد و این بار آن را نه در دنیا بلکه در عالم نفس پدید آورد. چون در دنیا مرا حبس کرده بودند تمام آنهایی که مسئولیتی نسبت به من داشتند برای بازی شفتشان با من، که با زنی که مرا به دنیا آورد شروع شده بود. این بازی شفت یعنی شقاوت، که کلمه دیگر است برای کلمه فاسد. فرد شهوتی محض یک فاسد است. به بیان ژیل دلوز در تفسیرش از آنچه شقاوت بیان شده توسط روسلینی، خواستم بنویسم در 1999-2000 چون در یک سال دکترا را نوشتم خارج شده بودم از دنیا، یعنی عبور کرده بودم از چنگال فاسدین، و در دکترایم نوشته بودمش که جمله ایست که در بالا آوردم، دارای قدرت شدن چند نقطه، و آن جمله را کامل در زیر از صورت جلسه دکترا خواهم آورد. و در ایام 2020 در اوان آن در ابن سینا و تمثیل عرفانی آن گذر را می‌خوانم در مورد تفاوت شناخت عادی از شناختی که خود نفس پدید آورنده آن است، و در صفیر آوردم چون درست همان عمل نفس من است که بیان کرد هاشم رضی را نمی شناسم. خطاب به کتاب فروشم که از او چند روز پیشش خواسته بودم اطلاعات تماس با هاشم رضی را می تواند بیابد تا آنچه در سفیر نوشته می شود را به هاشم رضی بدهم برای رمزگشایی. سپس تغییر تصمیمم و فهرست کتاب فوق را باز کرده بودم آن ایام نوشته شدن سفیر، و دیدم درست همان جمله من که نفسم بیان کرده بود در نتیجه در کتاب فوق نوشته شده است، و این وجه تمایز با آن چی شناخت عادی است چیزهای حاضر آماده. در زیر این گذر از کتاب فوق که در سفیر آورده هم را می آورم، و سپس گذر از صورت جلسه دکترایم در مورد قدرتیابی فرد با چیره شدن بر داستان زندگیش.